با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم. در این 14 روز از 11 ما در 13 هزاره. نمیدونم این سر و صداها توی این دستگاه ما میاد یا نه. ساختمون دچار مشکل آب است، آب گرفتگی است و این همسایه‌ها همه ساختموناشون رو آب فرا گرفتید، آب گرم کنی ترکیده و خلاصه مکافات درست کرد. بنابراین علتی هم که ما به قدری با تأخیر و اینا شروع کردیم بود که بتونیم از یه جایی شروع کنیم که این تق و توق ها کمتر باشه، ولی متأسفانه نه. این و من فکر میکنم که فردا نوبت این بخش ما خواهد بود، بنابراین فردا من نمیتونم در خدمت شما باشم. اینو در الانم خدمت درز بکنم که فردا محرومم از اینکه با شما نازنینم باشم. اما در مقدمه اجازه بدید که یه ویدیو یا یه دو سه تا ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم با هم راجع به این ویدیوها گفتگو میکنیم. از اونی که در تکرار یا در یوتیوب این برنامه رو میبینن، متاسفانه ما نمیتونیم این ویدیوها رو در یوتیوب قرار بدیم. دعوت میکنم اگر امکان براشون هست به صفحه فیسبوک ما مراجعه کنن و این ویدیوها رو ما در صفحه فیسبوک خودمون قرار میدهیم. همین، ببینیم با هم دیگه این ویدیوها رو، برمیگردیم راجبش با هم حرف بزنیم. دو تا ویدیو براتون گذاشتیم، یکی از آقای مککین سناتور ریپابلیک ایالت آریزونا که خیلی محکم میگوید که ایران تحت این شرایطی نباید داشته باشه، و بعد هم صحبت های آقای جان کری با تلویزیون MSNBC امروز صبح در شوی صبحگاهی پیرامون این که باید یه جوری ما نشون بدیم به ایران که ما هم همراهی میکنیم، اگه یه قدم تو بیای ما هم یه قدم میایم. و بنابراین از این مبلغ مثلا 120 میلیارد اینا در سال نفت میفروختن، حالا این 120 میلیاردشون شده به 45 میلیارد، و این 45 میلیارد هم ما اینجا در حقیقت مسدود کردیم حسابشو، نمیذاریم تحرکی بده. حالا میخوایم از این یه جزئی یه در حقیقت یه مقدار کمی از اینو که مثلا حدود 3 میلیارد نباشه بهشون بدیم، و بعد هم مثلا فرض کنید که لوازم هواپیما بهشون بدیم، لوازم ماشین بهشون بدیم، به خودروسازیشو راه بندازیم. بعد ارزم به حضور شما مقادیری طلا و فلزات گرانبها رو براش آزاد کنیم. ولی همونطور که گفتن دریچه ها در حقیقت هی داره گشادتر و گشادتر میشود، و بازم اینا اصرار دارن که ما همه در رو باز نمی کنیم. اعتقادشون به اینه که باید یه جوری این رو، آقای اوباما میگه من یه جوری اینا رو باز میکنم که هر موقع دلم خواست بتونم دوباره در رو ببندم بروش. نکته بعدی این استش که اتحادیه اروپا هم امروز دوباره برای اینکه این پروسه فرجام‌خواهی استیناف نظام فاسد رو در دادگاه اروپا جلوشون رو بگیره، دوباره یه سری تحریم‌ها رو اضافه کرد به بانک رفاه کارگران، بانک توسعه صادرات و بانک پرشیا، و اینا رو دوباره وارد سیستم کرد که دعوا همچنان ادامه دار باشد، نشود که دعوا رو زود ببندی. برای اینکه این دعواهای حقوقی همواره از همین تریکا ازش استفاده میکنن و طرف مقابل رو در حقیقت اینجوری ضعیفش میکنن، این میکشن میبرن میارنش تا اینکه یه نفر تو این داستان ببره. دیروز آقای آمانو بعد از برگشتش از ایران گفتش که بله ایران داره توسعه میده و فرقی نکرده و چه نشده و چیم شده و اینا، و حیاتون باشه عباس عراقچی هم رفته بود به سراغ اینها در هفته گذشته، در دوشنبه گذشته، یعنی بعد از اون هفته و هشتمی که اینا کنفرانس داشتن در ژنو. بعد این آقای عراقچی هم رفته بود به وین و با آقای آمانو اعضای آژانس صحبت کرده بود که درخواست کرده بود که یه جوری گزارش رو یه جوری نرم بنویسن. تو این زد و بندا واقعا آدم نمیدونه که داستان به کدام طرف، یعنی یه معامله بزرگ داره اون پشت صورت میگیره. همین الان نوشته که ایران توسعه فعالیت هسته‌ایش را متوقف کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود خبر داده که ایران پس از روی کار آمدن حسن روحانی توسعه فعالیت هسته‌ایش را متوقف کرد. این اولین گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از روی کار آمدن حسن روحانی منتشر کرد. این درست
100% خلاف حرفای دیروز آقای آمانوس که گفتش که از وقتی روحانی اومده هیچ چیز نشده، بلکه اینا توسعه هم دادن، ولی رئیس رفته ایران دیده اومده اینجوری گفته، اینا در وین نشستن و جور دیگه میگن. این گزارش در اختیار مقامات غربی قرار گرفته. امروز پنجشنبه نکاتی از آن منتشر شد. بر اساس گزارش ایران در سه ماه گذشته فعالیت تازه‌ای در راکتور آب سنگین عراق انجام نداده است. یکی از دیپلمات‌هایی که از گزارش آژانس مطلع است به رویترز گفت ایران کمابیش فعالیت در نیروگاه آب سنگین عراق را متوقف کرده. نیروگاه آب سنگین عراق یکی از مهمترین موارد نگرانی غرب از برنامه هسته‌ای ایران بوده است. ایران ابتدا اعلام کرده بود نیروگاه آب سنگین عراق در سه ماهه اول سال 2016 شروع به کار خواهد کرد، اما بعداً آن را به تعویق انداخت. کشورهای غربی معتقدند این نیروگاه می‌تواند در صورت آغاز فعالیت پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای تولید کنند. بر اساس این گزارش ایران در سه ماه گذشته تنها 4 سانتریفیوژ نسل اول به نیروگاه نطنز اضافه کرده، در حالی که در سه ماه پیش از آن 1800 سانتریفیوژ اضافه شده. به این ترتیب شمار سانتریفیوژهای نیروگاه به 15240 رسیده است. به گفته یک دیپلمات ارشد غربی اضافه کردن 4 سانتریفیوژ در از یعنی هیچ فعالیتی انجام نشده که برای آن هیچ دلیل فنی وجود ندارد و روشن است که یک انتخاب بوده است. در گزارش آژانس آمده ایران به ذخیره اورانیوم 20%ش در سه ماه گذشته فقط 5% اضافه کرده و این افزایش ناچیز به دلیل کند شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده. به این ترتیب ذخیره اورانیوم با غلظت زیاد به حدود 196 کیلوگرم رسیده و این هنوز کمتر از 250 کیلوگرم است که برای ساخت یک بمب هسته‌ای نیاز است و اسرائیل آن را خط قرمز نامیده بود که عملیات نظامی علیه ایران را در پی خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این خبر گفت این گزارش ایران توسعه فعالیت هسته‌ای را متوقف کرده تأثیر روی من ندارد. دلیلش هم این است که ایران نیاز به این توسعه ندارد. آنها تأسیسات کافی و سانتریفیوژ کافی برای پیشبرد و تکمیل چرخه سوخت دارد، یعنی همان چیزی که اساس ساخت بمب اتمی است. به نظر کارشناسان گزارش آژانس میتواند بهبود قابل ملاحظه‌ای در روابط ایران و 5+1 ایجاد کند و برخی از موانعی را که برای توافق با ایران وجود داشت برطرف خواهد کرد. به علاوه این گزارش نشان از تغییر رویکرد ایران پس از ریاست جمهوری حسن روحانی دارد و به نظر می‌رسد پس از سالها رویارویی با غرب تهران در صدد جلب اعتماد جامعه جهانی برآمده است. سه روز پیش و بلافاصله بعد از مذاکرات فشرده ایران و 5+1 آمانو مدیر کل آژانس به ایران سفر کرد و با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای بازدید از معدن گچین در بندر عباس و کارخانه آب سنگین عراق توافق کرد. آقای آمانو گفته بود ایران ماه پیش پیشنهاد تازه‌ای به آژانس داد که حاوی اقدامات عملی برای تقویت همکاری و گفتگو بود و ما می‌خواهیم آن را پیش ببریم. خبر کند شدن فعالیت هسته‌ای ایران در حالی منتشر می‌شود که جان گری وزیر خارجه آمریکا دیروز در پشت درهای بسته سعی کرد نمایندگان کنگره آمریکا را متقاعد کند اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران خودداری کنند، چرا که این کار اعتقاد به این مذاکرات را از بین می‌برد و در واقع آن را متوقف و متلاشی می‌کند. به قدر آقای کری در دور آخر مذاکرات ایران و 5+1 که ابتدای هفته به پایان رسید دو طرف به توافق بسیار نزدیک شده بودند و فقط در 4-5 مورد اختلاف نظر وجود داشت، اما مذاکره کنندگان ایران تصمیم گرفتند پیشنهاد را امضا نکنند و برای مشورت بیشتر به تهران برگردند. البته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روایت آقای کری را رد کرد و رسانه‌های ایران هم فرانسه را مانع نهایی شدن توافق دانستند. به ویژه گفته شد نگرانی عمده فرانسه در مورد فعالیت نیروگاه آب سنگین عراق بوده است، اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران پیشنهاد آمریکا را پذیرفته بود ولی تغییراتی که در آخرین لحظه در توافقنامه داده شد مانع از این شد که ایران آن را امضا کند. ایران و کشورهای 5+1 سومین دور گفتگوها را پس از ریاست جمهوری حسن روحانی هفته آینده در ژنو ادامه خواهند. یه چیزایی از لای اینا میشه فهمید، یه چیزایی هم نمیشه فهمید، ولی اون چیزی که میشه فهمید به نظر من اینه که یک معامله بزرگ و پنهانی در اون پشت میگردد.
اگه بخوام یه ذره به نوع دیگه به قضیه نگاه کنم، این نوع حکومت ها مثل حکومت ایران جنسشون یه جنسیه که همیشه متکیان به بیگانه، یعنی همیشه در این حالت خوف و رجا زندگی میکنن، در یه برزخی زندگی میکنن، از شخص رضا شاه کبیر بگیری تا محمد رضا شاه و بعد هم نظام جمهوری اسلامی. اینا همیشه نگران اینن که یه عده‌ای در خارج از کشور نشستن، برای اینا دارن توطئه میکنن و اینا رو میخوان از سر کار برکنار کنن. رضا شاه این تو فکر میکرد، محمد رضا شاه این تو فکر میکرد، اینا هم از روز اولی که اومده هم تو فکر میکنن، برای اینکه اینا مشروعیت ندارن، قانونی نیستن، اینا حکومت قانونی هستن. یه حکومت قانونی ترسی نداره، خب چه ترسی داره؟ ما در خیلی از جاهای دنیا شاهد بودیم که رفتن خواستن کودتا کنن فلان کنن ولی موفق نشدن، به خاطر اینکه حکومت پایه‌ای تو مردمش داشته، قانونی بوده. نگو مصدق فلان اینا، اون داستان پدیده غریبی بود، اون برای خودش یه موضوع دیگه از قابل یه جای دیگه قابل بررسیه و اون اولین کودتایی که در حقیقت علنا آمریکایی‌ها انجام میدن و بعد از اون چندین کودتای دیگه هم انجام دادن، اونم یه همین تو همین مایه دلیل داشته، اونم هیچ بی مایه نبوده. به نظر من اینا دنبال این ده هستن که یه جوری از اینا توافق بگیرن که میبینی که رام اینا بیان میکنن که ما اصلا قصدمون تغییر نظام نیست، ما نظامو نمیخوایم عوض کنیم، همجوری بهش قول میده. و به نظر من نظامم الان تو شرایطیه که این یه در جلو رو باز میکنه ولی در وسطی رو نگه میداره، بسته نگه میداره. شرایط شما در داخل کشور الان نگاه بکنید، اصلا مهندسی شده است، همه چی تغییر کرده، یه جور دیگه است. اگر مثلا در دوران جنگ میگفتش که تو گفتی من 20 سال طول میکشه پس چرا جمع کردی، گفتی راه قدس کربلا میگذرد چرا پس جام زر خوردی، امروز اون تیپ طبقه ای که اون گونه فکر میکردن امروز اونجور دیگه نمیگن، یا اوه باید فرانسه رو میگن نوکر اسرائیل، به فرانسه میگن سگ من فلان اسرائیل دست آموز. یعنی یه ارکستراسیون هماهنگه، چون اسرائیل گفته بده پس چیز خوبیه پس بریم امضا کنیم، چون دشمن موافق نیست پس چیز خوبیه که دشمن باش موافق نیست و بریم جلو. حسن نصرالله امروز داد میزنه میگه اصلا من نیروهامو از اونجا بیرون نمیارم، دولت رو هم نمیخوام، چون سعد حیری پسر رفیق حیری که از اون یارو 14 مارسی هست بود، آقا نمیتونی تو نیرو تو سوریه داشته باشی اینجا بیای تو دولت بشینی، که با دولت لبنان که با دولت سوریه جنگ نداره، که میگه اصلا بی خیال دولت، من خودم دولتم، میگه اگه ما نبودیم دو ساعتم بشار اسد نمیتونست مقاومت کنه. یه پیونده اون پشته، یه معامله بزرگه در اون پشته، یه جور تقسیم قدرته. مهندسی کرده، اصلا داستان رو تغییر داده. من این نگاه کنم میگه آقا اسرائیل اگه گفت بده پس چیز خوبیه و بریم،
چون اسرائیل دشمن است، دشمن که نفع منو نمیخواد. پس اگه اون گفت بده، پس نفع من در اینه که این خوبه. اگه اون یارو گفت من چرا جنگ میخوام بکنم، چرا گفتی فلان، امروز همون تیپ طبقه میگه نه آقا خیلی خوب برو با آمریکا. ابراهیم یزدی توف و لعنت میشد، اون یارو امیر انتظام سالها زندان کشیده به خاطر اینکه من با آمریکا میخواست حرف بزنه، امروز برای یارو هورا میکشه. تو خارج کشور میگه اگه 200 اعدام کرد چیزی نیستش، یا اصلا آقا اینو مهم نیست 200 نفر اعدام کرد، بذار کار را بندازه. یارو اینا رو تو حصر برده نگر داشته، اون یکی اونا رو اعدام کرده، گفته من به تلافی اینا رو اعدام کردم. هیچی نمیگه آقا تلافی نداره دستگاه قضا، که کارش تلافی نیستش، که جاستیس، اونجا عدالت، عدالت خانه است. صدا خیلی اذیت میکنه، صدا به گوش شما میرسه یا نه؟ اینا رو برده هست، هزار روز اینا رو برده تو هست، میگه اینا مجرمه. کی میگه اینا؟ قاضی القضات. آخه مجرم یه پروسیجر حقوقیه، یعنی شما اول به یه نفر میری اتهام میزنی، متهم است، اتهام بهش میزنی، اون بایستی که بیاد از خودش دفاع کنه و بگه که نه چنین چیزی نیست، شما این مدارک و ادله که میدی قلابیه، منم این ادله و مدارک رو دارم، این شاهد رو دارم که اصلا در اون تاریخ در اون سمه اصلا اونجا نبودم، مثلا هرچی. بعد قاضی گوش میده به دو طرف، بعد حکم میدهد، وقت میگوید که شما منع تعقیب صادر میکنه، میگه اصلا این دیگه نمیخواد دنبال کنی، نمیشه، تعقیب قضایی ندارد، فاقد وجاهت قانونی است، ولا از این مزخرفا میگه، یا اینکه میگه که نه آقا پقی شما باید بری اینقدر جرم بکشی، مجرمی. حالا اینا رو کرده تو سولاخی، بهشون میگه مجرم، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه، نه در داخل نه در خارج. دلیل چیه؟ یه ارکستر، این مهندسیه دیگه، این یه مهندسی، یه ارکستر بزرگ داره با همدیگه می نوازد، همه با هم دارن می نوازن. نمیشه اینطوری، نمیشه برنامه جا کرد. بذار اینو گوش بده. صدای معترضان به نتیجه انتخابات 88 در یکی از تظاهرات اعتراضیشان در آذر آن سال، اتفاقی که این هواداران جنبش سبز حاکمیت را از آن برحذر می داشتند، نهایتا اواخر بهمن 89 افتاد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. خیلی ها میگویند موسوی و کروبی را گرفتند، هزار روز گذشت و قیامتی هم نشد. اما مشتبه واحدی، فعال سیاسی و مشاور سابق مهدی کروبی، میگوید با اینکه در ظاهر قیامت نشد، اما حکومت ایران هزینه سنگینی برای این حصر هزار روزه پرداخت. نوع برخورد کینه‌توزانه‌ای که رهبر دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه، بعد از گذشت 3 سال از حسن نهایی نسبت به دو تا میکنن، نشون میده که از هزینه ناشی از رفتار قبل از حصر و بعد از حصر نهایی خیلی عصبانی هستن. همینقدر که هنوز هیچ کس در جمهوری اسلامی رسما جرأت نمیکنه مسئولیت بازداشت اینها رو بپذیره و هر روز یک جور حرف میزنن، نشون میده که بازداشت اینها کم هزینه و کم معونه نیست. احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، هم عقیده دارد اعتراض به حصر این سه رهبر سیاسی بسیار شدیدتر و پردامنه‌تر از موارد مشابه آن بعد از انقلاب سال 57 بوده است.
اگر عکس‌العمل حس رو در تداوم خودش ببینیم، یعنی اینکه الان 1000 روز بعد از این حصر هنوز حداقل به عنوان یک مطالبه در بخش عمده از جامعه مطرحه، نسبت به سرکوب‌هایی که ما در ظرف این 33 ساله تاریخ جمهوری اسلامی داشتیم و اعتراضاتی که به او شده از مستمرترین اعتراضات هست. فراموش نکنیم در دوران حصر آیت الله منتظری، حتی با در نظر گرفتن مقام مرجعیت ایشان یا حصر مراجع دیگری مثل آیت الله شریعت مداری یا دیگران، میزان استمرار در اعتراض نسبت به این حصر حتی میتونم بگم کمتر هم بوده. با این حال این واقعیت است که حضور خیابانی معترضان بعد از حصر خانگی رهبرانشان عملا متوقف شد و چند فراخوانی هم که داده شد با استقبال چندانی روبرو نشد. همزمان با حصر رهبران جنبش سبز و برای پر کردن خلأ رهبری، گروهی با عنوان شورای هماهنگی راه سبز امید اعلام وجود کرد. گروهی که با آنکه اعضای آن اعلام نشدند، اما با توجه به حمایت ضمنی موسوی کروبی از آنها در آخرین روزهای پیش از حصر، برداشت عمومی این بود که متشکل است از مشاوران و نزدیکان این دو. اما این گروه علارغم چند بار فراخوان دادن برای تجمع‌های خیابانی بعد از بهمن 89 نتوانست رهبری معترضان را در دست بگیرد. چرا؟ مشتبه واحدی. همین تفاوتی که بین جمعیت گسترده 25 بهمن 89 با فراخوان‌هایی که گروه‌های دیگه دادن، افراد مختلف دادن، وجود داره نشون دهنده تفاوت جایگاه آقای موسوی و آقای کروبی با کسانی که حتی به اونها منتسب هستن. در این حال این سوال حتما وجود داره که چرا در اعتراض به بازداشت اینها حرکت خاصی نشد. در طول حدود 20 ماه از آغاز جنبش سبز تا حصر و حبس خانگی آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد، از داخل جنبش اظهار نظرهایی شد که منجر به ریزش از بدن جنبش شد و اتفاقا کسانی که همیشه سردمدار تظاهرات خیابانی بودن اونها رو رادیکال نامیدن، اومدن بعضی تاکید کردن که اینها حسابشون از جنبش سبز جداست، در حالی که عموما سردمدار بسیار از تظاهرات بعد از جنبش سبز همون گروه ها بودن. و اون کسانی که آمادگی تظاهرات شجاعانه در برابر حکومت داشتن، به نظر من به دست خود جنبش، به دست بعد از وابستگان به جنبش حذف شدن. بسیاری از نظران یکی از دلایل اصلی این کم شدن حضور خیابانی را سرکوب حکومت و برخورد شدید با معترضان دانستند. در تظاهرات هفته‌های آخر سال 89 دست کم 4 نفر در خیابان‌های تهران و شیراز کشته شدند و تعداد زیادی از بازداشت شدگان نیز به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. احمد سلامتیان اعتقاد دارد یکی از دلایل اصلی فروکش کردن اعتراضات این است که گروه‌های سیاسی در ایران تشکیلات منظمی ندارند و همین باعث می‌شود توان جامعه برای مقابله با سرکوب حکومت کمتر شود. در جامعه ایران فقدان این سلسله مراتب تشکیلاتی منجر به این میشه که قربانیان سرکوب و خشونت زود طعمه سرکوب میشند و تنها طعمه هستند. ما در کشور خودمون دارای کمیته های حمایت از زندانیان سیاسی وسیع، کمیته هایی که بتوانند هزینه ها و مخارج آنها را در دراز مدت تأمین بکنند نیستیم. حمایت و پشتیبانی سیاسی خاص برای هیچ تشکیلات و سازمانی واقعیت در ایران به اون حدی نیست که بتوانه یک کشمکش با حاکمیت رو در دراز مدت پوشش حمایتی و تأمینی به کسانی که درگیرش هستن بده. این به هیچ وجه به معنای این نیست که سرکوب میتوانه جلوی موج مبارزاتی رو کلن بگیره. نه، اشکال جدیدی پیدا میکنه این مبارزه. هر زمانی که توانسته جامعه ابزاری پیدا بکنه که هزینه متمرکز سرکوب رو به طور مشخص روی اجزای گمنام و پراکنده خودش کمتر بکنه، اما از اینکه در راهروی مترو بوده، در یک محل مسابقه فوتبال بوده، در یک میتینگ انتخاباتی بوده، در مطبوعاتی که گاه گدار فرصت بیان مطلب کردند، به عنوان نمادین از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد پشتیبانی شد. با پیروزی حسن روحانی و باز شدن نسبی فضای سیاسی در ایران، نام موسوی، کروبی و رهنورد کم کم به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی باز شد و سوال از وضعیت آنها به یکی از سوال‌های همیشگی خبرنگاران از مسئولان حکومتی تبدیل شد. باید دید این تغییر فضا چه زمانی به آزادی رهبران جنبش سبز خواهد انجامید. آیا همانطور که حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتیش گفت، بعد از چند ماه می‌تواند این وعده را که خواسته بخش قابل توجهی از هوادارانش است برآورده کند؟
خب بعد از این دوستان میپرسی که خیلی خوب این داخل ایران شما در خارج کشور چه میکنی؟ تو خارج کشور شما چه کردی؟ چه نقشی رو شما در خارج کشور بازی میکنی؟ آقا یک قطع رابطه ارگانیک با جامعه درون ایران بین خارج کشور و درون کشور. میگه اینا پول نمیدن. حالا شما نگاه کن همین عاشورای حسینی رو نگاه کن، وبسایت درست کردن در تهران، کجا نهار چی میدن، همه خرج و مخارج که میشه در شمال شهر تهران میشه، تو منطقه عیان نشین میشه، به فقیر و مسلمان چیزی نمیرسد از این نهار امام حسین. آقا یاری که تو جنوب شهر فقیره، خانواده فقیره، میره وبسایت نگاه کنه ببینه نهار کجا میدن. یار آدم تنوع طلب دنبال این داستان میگرده. قطع این بهش میگه مهندسی. جامعه رو به یه نقطه ای رسونده که نمیدونم از باب فساد در نقطه اوجش قرار گرفت. اول گفتم دیگه، مثلا شما وقتی نگاه میکنی میبینی که این داستانی که برات میگم نقطه ظریفیه. میگه چون نتانیاهو دشمن ماست، اگه اینجور گفته پر به نفع ما. ابو حسن نصرالله توی مزخرفاتی که گفته، الان این سایت انتخاب دیدم نوشته، نوشته که طی سخنانی حسن نصرالله در جمع عزاداران حسینی تر رژیم صهیونیستی در منطقه را جنگ افروزی دانست و اظهار داشت که اسرائیل هر گونه تفاهمی را که از جنگ در منطقه جلوگیری کند نمیخواهد. یعنی چی؟ بعد دیگه میاد به راستی پایین دیگه میگه و میگه که او گفت که در حال بعد میخوام چون همشون نخونم با حضور جوانان رو نمیدونم، مثلا شکی نیست که اسرائیل از آنچه در منطقه و جهان عرب و اسلام از درگیری های بین کشورها و داخل هر کشور جامعه میگذرد خرسند است. در این حال اسرائیل از آینده نگران است. با نگاهی به سخنان نتانیاهو میفهمیم که وی در موضوع شیعه و سنی متخصص شده. طرح دائم اسرائیل در منطقه این است که منطقه تکه تکه و پاره پاره شده و دولت‌های کوچک و ضعیف بر اساس نژادی یا طایفه‌ای تشکیل شده و خودش بزرگترین قدرت منطقه باشد، نظرات خود را تعمیر کند. حالا میگه لابی اسرائیل برای جلوگیری از تفاهم ایران و آمریکا، نتانیاهو سخنگوی اعراب شده است. حسن نصرالله را کجا داره میگه؟ وسط حزب الله لبنان داره میگه، وسط عاشقان ولایت داره میگه. این اونه که بهت گفتم که اگه اونجا گفت آقا پس چرا گفتی من از اونجا میگذرم، چرا نگذشتی، چرا پس گفتی 20 سال طول میکشه من ایستادم، چرا جام زهر خوردی، این حالا جلوشو گرفته. میگه نه دیگه، اسرائیل گفت بده پس خوبه. حسن نصرالله میگه اینو. وبسایت ها و وبلاگ ها و فیسبوک هاشون هم همینجور مشغول همین نوع حرف زدنه که اسرائیل دشمن است، اسرائیل نظیم قاصر صهیونیسته، اگه اونجوری گفته پس بعد گفته، پس بنابراین ما خوبه که این کارو کنیم. وی به مذاکرات اخیر ایران با گروه پنج به اضافه اشاره کرد، گفت که اسرائیل و نتانیاهو از تفاهم بین ایران و جهان خشمگینند و نتانیاهو خشمگین میشود و میگوید که همه امکاناتش رو به کار میگیرد، از لابی صهیونیست ها در آمریکا گرفته تا فرانسه و برخی دوستان زیرمیزی عرب خود را، تا از این تفاهم جلوگیری کنند. پس بریم بکنیم خوبه. یه بهش میگه مهندسی. آنها به دنبال خرابی منطقه هستند. جایی بسی تأسف است که نتانیاهو سخنگوی رسمی برخی از کشورهای عربی شده و جایی بسی تأسف است که زیبی لیونی وزیر خارجه پیشین اسرائیل میگوید که حکومت اسرائیل پیام‌های را از برخی از کشورهای عربی دریافت کرده است که از اسرائیل می‌خواهد که از موضع خود در قبال پرونده اصلی ایران کوتاه نیاید. آیا این کلام زشت نیست؟
ملت آمریکا خواهان جنگ نیست. نصرالله اظهار داشت آمریکا میگوید که جایگزین راه حل سیاسی جنگ است، ولی ملت آمریکا خواهان جنگ نیست و نتیجه آن است که طرح اسرائیل در منطقه کشتار، تجزیه و فتنه است و متأسفانه برخی از کشورهای عربی همگام با اسرائیل در این خواسته ها کشیده در این خواسته های کشنده ایستادن و آنها مانند اسرائیل راه حل سیاسی در سوریه رد میکنند و برخی از این کشورهای عربی به شدت با تفاهم ایران و کشورهای دنیا مخالف هستند. این بهش میگن مهندسی کردن. این تنها چیزی رو که میخواد میگه با ما کاری نداشته باش، من میگه با تو کاری ندارم. یه ارکستر بزرگ داره میزنه. میگوید که جایگزین تفاهم بین ایران و جهان چیست. نصرالله خطاب به ملت‌های منطقه گفت این ملت‌های منطقه و این ملت‌های عرب، به ویژه ملت‌های عرب حوزه خلیج، جایگزین تفاهم بین ایران و جهان چیست؟ جایگزین جنگ است. اما اسرائیلی‌ها و همه همدستانش می‌دانند که جنگی را می‌توانند راه بیاندازند، اما دامنه آن را نمی‌توانند تعیین کنند. به میگن ارکستر، به میگن یه ارکستر بزرگ، به میگن مهندسی. به همین دلیلی که از اون ور اونو میگه، از این ور اینو میگه، هر کدومشون یه جور حرف میزن. رئیس جمهور فرانسه هم قراره که روز یه شنبه بره اسرائیل، ولی این سفر ربطی به این ماجرا دوباره نداره. این از یه مسافرتی که مثلا وقتی میخوان اینا سفر کنن از مدت‌ها پیش حرف میزنن، راجبش قرارمدار میزنن و این یه تقارن داره با این سفر، با این اتفاقا خب معلومه در این سفر راجع به موضوع حرف میزنن، ولی که این سفر به خاطر این موضوع باشه، این میخواد اینو القا کنه به تو. حواست باشه که اینطوری نیست. آقای جان برنر که رئیس کنگره است، میگه که ما نباید هیچ سانکشنی رو، هیچ تحریم رو از ایران برداریم تا موقعی که اونا همه تاسیسات اتمی خودشون رو متوقف کنن. Lift any sanctions on Iran until they stop all development of the nuclear program. این آقای جان برنر میگوید. یه بازیه. قربانیش هم ملت ها هستن. دیگه آقای نمیدونم سلامتیان تو پاریس میشینه بگه نمیدونم فلان، اینا مزخرفه به نظرم. این حرف علکیه. داره میره به اون سمت که بگه که از اول میدونی که این میگه که آقا اسلامی باشی کرواتی باشی، با این کریه مرتب داره همین حرفا رو میزنه. میگه اون هاردلاینرها بعد میان جلو یخه میگیرن فلان میکنن، آقا یه کاری کنیم که اینا بیان جلو، اصلاح طلبا بیان جلو، اصلاح طلبا بهترن، کروار میزنن. ظریف ببین چه خوش تیپه. این حرفا و چون هیچی نداری و رابطه ارگانیک نداری با داخل مملکتت، هیچ، همین بازی، همینیست که میبینی. فقط میتونی به عنوان یه ابزرور، به عنوان یه ناظر، به عنوان یه شاهد نقض حقوق مستمر حقوق بشر، یاد آقای دکتر بیگدلی هم بخیر، به اون نگو من فعال حقوق بشر، به من بگو ناظر مستمر نقض حقوق بشر در ایران، در این نقش میتونی بازی کنی. نگاه کن به این رسانه اصلا آدم دود کلش بلند میشه. میزن تلویزیون میگفت بله این قرارداد بستن با آمریکا و خیلی هواپیما بخرن فلان بخرن، همه اونایی که شما خوندی همه اونا نقص شاه بود.
ولی ما چه افتخاری داشتیم، این آمریکا به ما این موشک‌ها رو می‌فروخته، فلان می‌فروخته، و حالا ببین چیه. پس بنابراین آقا اینو الان بخر $100. از دنبالم $100 است. گرفتاری $100 است. گرفتاریش اصلا ایران نیست، گرفتاریش مردم نیست. میگه که اب نداره، خب این که چیز نیست که حالا 200 تا اعدام شده، اب نداره. شما در یه مخمسه گرفتار شدی و این مخمسه رو خودمون برای خودمون ایجاد کردی، هیچ از بیرون و غریبه و دیگری نبوده. صدا خیلی اذیت میکنه، به گوش شما میرسه یا نه نمیدونم، شما هیچ پاسخی نمیدین، اقلا ما بفهمیم که به کارمون چجور باید ادامه بدیم. هیچ، هرچی ورق میزنی هیچی توش نیست، خالی خالیه، فاقد عنصر تحلیله، نداره. آقای جلیل ایجابی می نویسد که پس از سالیان متمادی جمهوری اسلامی مشتاقانه پای میز مذاکره می نشیند تا با غرب به توافق برسد. چرا این اشتیاق؟ بفهمید دوستان. سلام عزیزم، خوبی شما؟ خواستم شما خسته نباشید. خواستم بگم به روی خودم این صدا من اذیت نمی‌کنه به هیچ عنوان. اگه شما رو اذیت می‌کنی گوشی بذاری ولی تو رو خدا برنامه رو ادامه بده. ولی صدا میاد برای شما، میشنوین شما این تقوی. صدا عالیه، صدای شما عالیه. اون صدا اصلا چیزی که شما میگی میدونم منظورتون چیه، ولی صدا اذیت نمی‌کنه. شما برنامه تو به خوبی پخش میشه. بسیار خوب، ممنونم از شما، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. در ضمن دادم به شما برنامه دیشب که باز صحبت کردم بعد نیست. و خودتون بگین دیگه، خودتون الان هستیم تعریف کنیم برای اون که روز یک شنبه چه اتفاقی افتاد. نه میخواستم فقط بگم روز یک شنبه توی استکهلم سوئد یه تظاهرات واقعا با جمعیت کثیری از مردم برگزار شد بر علیه اعدام های اخیر حکومت ایران در رابطه با همه اعدام های که بلوچا و کردا و کلن ایران، و مردم زیادی واقعا شرکت کرده بودن و عالی بود، به نظر من عالی بود. امیدوارم که دوستان عکسای این مراسم رو برای ما بفرستن ما ببینیم این مراسم رو. از اون میگم به دلیل اینکه حزب دموکرات و کمال بود، حتما اونا هستن دوستای شما بود. حتما دنبال میکنم. بله. ممنونم. همین میخواستم. متشکرم. مرسی قربان. از اون که روز سه شنبه هم همین دوستان در مقابل وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن یه تظاهراتی برگزار کردند و اونها هم در حقیقت از این اعدام ها و از این کشتار و خشونت ها در ایران ناراضی بودند و شکوایی برده بودند به وزارت خارجه، و در اونجا هم رسما اعلام کردند که این فقط مختص به کردستان و بلوچستان نیست، بلکه ترک و لور و بلوچ و عرب و فارس و خراسانی و همه ترکمن و آذری همه گرفتار این خشونتی هستن که در ایران است. اما الان در این لحظه هیچ کس گوشش به این حرفا بدهکار نیست، به خاطر اینکه اون در داخل کشور این گونه این داستان رو مهندسی کرده که تو امروز فقط داستان
ممنونم از شما. نوشته صدا اوکی اوکی، اگه صدا خوبه که خوبه. و همه این ماجرا از این قرار است، اون تو اینو برای تو پیاده میکنه و تحت تأثیر او هستی. من همیشه به این داستان مجازی اشاره داشتم که این ور یه جریان مجازیه، دروغ نی، کذب نیست، مجازه. یعنی که کذب یا دروغ اصلا پایه ندارد، هیچ دروغه واقعی اصلا ندارد به هیچی، ولی مجاز به یه واقعی مربوطه. مثالش مثل تصویر در آینه، به این میگن تصویر مجازی. برای اینکه شما یه آبجکت، یه موضوعی رو جلو آینه قرار میدی، تصویر اونو تو اون میبینی، ولی اون این نیست، چرا که اون مجاز اینه. ولی اگه اینو تو از جلوی اون آینه برداری، دیگه اونم باش میره، با هم به هم دیگه اینا یه پیوند اینطوری به هم دارن. و چون این معکوس نشون میده اون تو، و اگه دست راستش تو شما دل آینه بلند کنی، آینه دست چپش رو هم کنی، تو خیال میکنی این اپوزیسیونه، یا که نیست، هم چیزی نیست، این همونه. رهبر ارکستر این ارکستر رو اینگونه برای تو رهبری میکنه. برگردم به موضوع آقای ایجایی، ببینیم ایشون چی میگه. میگوید که پس از سالیان متمادی، جمهوری اسلامی مشتاقانه پای میز مذاکره می‌نشیند تا با غرب توافق بود. چرا این اشتیاق؟ کافیست به وضع نابسامان اقتصادی و مالی ایران، افت فروش نفت به 800 هزار بشکه در روز، کاهش منابع مالی بودجه کشوری و مسدود شدن مبادلات کالایی و بانکی یه بین‌المللی ایران توجه بکنین تا درماندگی حکومت اسلامی آشکار بشه. هزینه‌های سنگین فعالیت‌های اتمی در سراسر کشور، بودجه نظامی وسیع در داخل و پول و مهمات نظامی برای سوریه و حزب الله لبنان، دستمزدهای کلان در دستگاه اداری، فساد در تمام اجزای حکومتی و هدر رفتن پولها، هزینه‌های هنگفت برای رسانه‌ها و تبلیغات مخرب و خرافی یه مذهبی و غیره، نیازمند درآمد بالا می باشد که در حال حاضر به راحتی میسر نیست. جمهوری اسلامی اهداف سیاسی نظامی خود را در ساختن بمب اتم کنار نخواهد گذاشت، ولی در شرایط کنونی مجبور است امتیازات مرحله‌ای و تاکتیکی بدهد و وانمود نماید که هدفش کسب سلاح اتمی نیست، تا با توافق غرب فشار سنگین مجازات‌های جهانی را کاهش دهد. حکومت می‌خواهد نشان دهد که سیاست دروغ و کلک و وقت‌کشی دیروز به پایان رسیده و امروز دولت آقای روحانی با پشتیبانی آیت الله خامنه‌ای خواهان کاهش بحران و توافق در مذاکره جنو است. که توی سخنرانی آقای آریزونا اسمی چیه؟ مککین، که آقا این فیلم رو We have seen this movie، ما این فیلم رو قبلا دیدیم در دوره خود مرد که این خودش رئیس سخنگو بود و رئیس این تیم مذاکره کننده بود، ما این بازی رو، این فیلم رو We have seen this movie، نریم دنبال این بازی، فیلم رو نریم دوباره. در مذاکرات ژنو در اوایل نوامبر 2013 بر اساس گزارش‌ها، محور مذاکرات بر محدودسازی دامنه، سرعت و ذخایر مواد هسته‌ای و همچنین افزایش شفافیت برنامه هسته‌ای ایران متمرکز بود که ترجمان آن به این شرح است: توقف غنی‌سازی 20% در فردو و نطنز، کاهش تعداد سانتریفوژهای فعال در نطنز و فردو، توقف نصب ماشین‌های جدید در نطنز، عدم راه‌اندازی ماشین‌های نسل دوم در نطنز، تعطیلی تاسیسات اراد یا تغییر کاربردی آن، پذیرش سقف انباشت مواد غنی شده 20% و تبدیل ذخایر به سوخت یا رقیق کردن آن تا میزان 5%، هفتم تعلیق مرکز غنی سازی فردو در قبال امتیازها قبل با افزودن 2 امتیاز دیگر نسبت به مذاکرات آلماتی، آمادگی خود را برای اعطای امتیازات اعلام کرد. لغو تحریم طلا، سنگ‌های قیمتی، لغو تحریم محصولات پتروشیمی، لغو تحریم خودروسازی، آزادسازی بخشی از دارایی ایران به ویژه در کشورهای چین و هند و کره جنوبی. می‌بینی که از جیبش نمیده. غرب آگاه است که مجازات‌های بازرگانی و نفتی و نظامی و تکنولوژیکی نتیجه دار بوده و طرز واقعی نظام ایران را در تعینا قرار داده. برای آمریکا و اروپا لحظه کنونی بسیار مناسب است تا بخشی از شرایط خود را به ایران بقبولاند و پیشروی ایران به سوی سلاح اتمی را متوقف کند. غرب در ابتدا خواستار جلوگیری ایران در تسلط به تکنولوژی غنی‌سازی بود، ولی امروز می‌داند که ایران با به کار انداختن 19000 سانتریفیوژ توانایی
در غنی‌سازی اورانیوم تا بیش از 20% و برپایی 10 مرکز علمی و صنعتی اتمی با تعداد زیاد مهندسین و تکنسین‌های اتمی، این خواست ناممکن است. بنابراین می‌کوشد تا مانع کسب سلاح هسته‌ای گردد. مسائل مرکزی غرب وجود 186 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% نیروگاه آب سنگین عراق و امکان سخت بمب پلوتونیوم در آن، بازدید و کنترل مرکز نظامی پارچین و بالاخره اقدام و بازرسی تمام فعالیت‌های اتمی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. غرب در ابتدا خواستار خروج ذخیره اورانیوم با غنای 20% بود، ولی با مقاومت ایران در مورد خارج کردن اورانیوم 20% روبرو می‌شود و به ظاهر ایران می‌پذیرد که تولید اورانیوم برای یک دوره قطع گردد و یا درجه غلظت آن به غلظت پایین‌تر تبدیل شود و به علاوه بازدید سایر مراکز اتمی برای آژانس بین‌الملل میسر باشد. این نکته اینجا توضیح بدم که اینجا می‌گوید که بله اینا رسیدن به نقطه فلان و بهمان. نه، تو دوره جورج بوش خانم برایس، آقای جورج بوش تو سازمان ملل گفت آقا این 5% ایز اوکی، 3.5 اینا یک کتگوری هست، اوکی میتونی داشته باشی. کی گفت شما تحقیقات نکنی؟ تحقیقات بکنیم، بم نسازی. نیست که الان اومده باشه بهش اینو امتیاز بهش بده، امتیاز رو قبلا هم بهش داده بود، گفت اینجوری کن. ولی این لوزره، این یا تیم بازنده، این کسان، اینا به خاطر عدم مشروعیت، به خاطر اینکه هیچ گونه مشروعیتی در داخل ندارد، همواره نگرانش از بیرون، از توطئه بیرونه. این کشورها همیشه دچار این مسئله و موزله. فرق نمیکنه چه اسمش اونجا چی باشه، نگرانیش اینه که الان یارو خارجیه میخواد منو بندازه. حکومت قانونی نیست، حکومت زور است، حکومت سرنیزه است. در اردوگاه غرب به غرب آگاه است که مجازات های بازرگانی و نفتی و نظامی تکنولوژی نتیجه ها بوده و طرز واقعی نظام ایران رو در تنگنا قرار داده و به حال میگوید که در ابتدا خواستار خروج ذخیره اورانیوم با غنای 20% بود، ولی با مقاومت ایران در مورد خارج کردن اورانیوم 20% روبرو میشد و به ظاهر ایران میپذیرد که تولید اورانیوم برای یک دوره قطع کرده و یا درجه غلظت آن به غلظت پایین‌تر تبدیل شود. به علاوه بازدید سایر مراکز اتمی برای آژانس بین‌الملل میسر باشد. در اردوگاه غرب تفاهم آسان نیست، در حالی که طرف مذاکره کننده آمریکایی و انگلیسی با خوشبینی به مذاکرات نگاه کرده، وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوز در مرحله نهایی مذاکرات از عدم تضمین لازم از جانب ایران و نارضایتی فرانسه سخن میگوید. انگیزه هر یک از مذاکره کنندگان چگونه قابل فهم است. آمریکا به طور قطع خواهان قطع مقابله با طرح اتمی ایران است و در این مورد بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها همسویی بسیار موجود است. دولت اوباما خواهان مداخله نظامی نیست. شکست و دشواری آمریکا در عراق و افغانستان پرستیژ آمریکا را به طرز شدید مورد ضربه قرار داده و به همین خاطر مداخله نظامی در سوریه در دستور قرار نگرفت. اگرچه امنیت اسرائیل برای آمریکا مسئله حساس به شما می آید، ولی حمله نظامی به مراکز اتمی ایران هرگز با توافق اکثریت سیاستمداران آمریکا روبرو نگشته است. دولت اوباما موافق هر گونه فشار علیه ایران است، ولی علی‌رغم شبکه لابی های اسرائیل در آمریکا و اصرار اسرائیل برای بمبارمان مراکز اتمی و علی‌رغم موافقت‌های پنهانی عربستان سعودی، حمله نظامی را قبول نداره. با توجه به این شرایط پیچیده، با پیشقدمی آمریکایی‌ها با سرعت به استقبال مذاکرات رفتند تا با هزینه کمتر دست و پای جمهوری اسلامی را ببند. فرانسه با انگیزه‌های گوناگون در میدان دیپلماسی در قبال ایران حاضر است
و این هم سیاست فرانسه را متمایز می‌سازد و اختلاف نظر فابیوس را معنا می‌بخشد. برای درک استراتژی فرانسه چهار عامل زیر باید توجه نمود. یکم، در تمام دوران مجازات‌های اقتصادی علیه فرانسه علیه ایران فرانسه بازنده بوده است. به عنوان نمونه طی سال‌های 2005 تا 2012 میزان صادرات به فرانسه از 2 میلیارد یورو به 800 میلیارد یورو کاهش پیدا کرده. میزان صادرات فرانسه به ایران از 2 میلیارد یورو به 800 میلیون یورو کاهش پیدا کرده. در 8 ماه نخست سال 2013 میلادی فرانسه 330 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده و تنها 20 میلیون یورو کالا از ایران وارد نموده است. شرکت های فرانسوی مانند پژو، رنو، توتال، دانون، شنایدر و غیره تولید و بازار فروش خود را از دست دادند. چه عواملی به فرانسه اجازه میدهد تا در مناسبات نوین خود با ایران به بازار لازم برسد؟ آیا امتیازات آمریکا از امتیازات فرانسوی ها بیشتر خواهد بود؟ فرانسه با بیان آشکار مخالفت خود خواهان سهم جدی در عرصه اقتصاد و بازرگانی با ایران میباشد. دوم، در اروپا فرانسه مدعی رهبری سیاسی مهم در صحنه بین‌المللی است. با روند ضعف آمریکا در جهان فرانسه بر نقش سیاسی خود تاکید میکند. مداخله نظامی فرانسه در لیبی، مداخله نظامی فرانسه در کشور مالی، توسعه مناسبات نظامی و سیاسی با کشورهای عربی یه پیرامون خلیج فارس مانند عربستان، قطر، امارات متحده عربی و ایجاد یه پایگاه نظامی در این نقطه از جهان، اصرار فرانسه برای مداخله نظامی در سوریه از جمله نشانه ها برای اعمال سیاست یک قدرت بزرگ است. درباره پرونده اتمی با ایران فرانسه نمیخواهد حذف باشد و یا در سایه قرار داشته باشد. فرانسه با اعلام مواضع ویژه خود قصد دارد تا خود را نشان بده و به دیگران بفهماند که هر قراردادی با ایران منافع و حضور فرانسه را باید تامین نماید. سوم، همسویی با سیاست اسرائیل جنبه دیگری از سیاست فرانسه است. اسرائیل پیوسته خواهان حمله نظامی بوده و این خواست در رابطه با مسئله امنیت اسرائیل و نیز در بستر جدال احزاب سیاسی این کشور معنا دارد. اسرائیل خواهان کاهش تعداد سانتریفیوژها به 2000 واحد و انتقال کامل ذخیره اورانیوم 20% به خارج ایران است. البته مواضع فرانسه کاملا با این سیاست انطباق ندارد، ولی در دوران آقای سارکوزی و در دوره آقای هولاند در مورد پرونده اتمی ایران فرانسه همسوی خود با اسرائیل را حفظ کرده و وزیر خارجه لوران فابیوس در گفته اخیر مطرح را که توافق با ایران نمیتواند مسئله امنیت اسرائیل را در نظر نگیرد. سوم، وزیر خارجه فرانسه در گفتار اخیر خود مطرح را شوق زده نشوید، زیرا پنهانکاری جمهوری اسلامی پیوسته یک واقعیت بوده است. هشدار باش، فرانسه متوجه آمریکاست و این هم متکی به تجربه‌های گوناگون غرب است. سیاست ایران فاقد شفافیت بوده و پنهانکاری‌های حکومت اسلامی همیشه اجازه داده تا رژیم فعالیت اتمی‌اش را به پیش ببرد. با توجه به خصوصیات نیرنگ و دروغ دیپلماسی ایران، فرانسه خواهان تضمین‌های جدی است. موضع فرانسه هنگام مذاکرات ژنو مورد انتقاد برخی دیپلمات‌های غربی و فرانسوی قرار گرفت و در ایران نیز فرانسه به عنوان مسبب دشواری‌ها معرفی شد. بنابراین با توجه به عوامل بالا مخالفت فرانسه قابل درک است. همزمان با مذاکرات ژنو دی زیادی از بازیگران اقتصاد فرانسه در تهران بودند. فرانسوی‌ها تمایل دارند تا در زمینه کشاورزی، گردشگری، تکنولوژیک، ساختمانسازی، حمل و نقل و غیره در ایران قرارداد ببندند. در دوره پیش در برخی رشته‌ها شرکت‌های آسیایی جای فرانسوی‌ها را گرفتند و امروز اگر در مذاکرات حمایت فرانسه از اسرائیل متعادل نباشد احتمال باخت بیشتر فرانسوی‌ها وجود دارد. دور اول مذاکرات با توجه به اختلاف غربی‌ها پایان یافت. آقای روحانی در نطق 19 مهر 92 خود در مجلس گفت که ایران در هیچ مذاکره با جامعه بین‌الملل از حقوق هسته‌ای خود دست بر نمی‌دارد. او غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران را از جمله این حقوق بیان کرد و تاکید نمود توافق با ایران به نفع منطقه و جهان است. جان کری وزیر خارجه در جواب به نخست وزیر اسرائیل که اعلام کرد متن پیشنهاد کشورهای غربی معامله با احمقا می باشد، گفت آمریکا در مذاکرات نه چشم‌بسته عمل می‌کند و نه احمق است.
بدین ترتیب در نگاه جان کری برای آمریکا معامله با ایران خوب است و ایران هم پیام میدهد که توافق با او به آرامش بیشتر منطقه منجر میگه. به این ترتیب آمریکا و ایران برانند که استراتژی برد برد در دستور کار است، بدون آنکه از منافع حیاتی متقابل خود دست بردارد. ایران در پیشبرد سیاست یک جانبه اتمی برای یک دوره کوتاه میآید. آمریکای امر را یک امتیاز خوب ارزیابی میکند، میفهمد که از اهداف اتمی دراز مدت ایران غافل نیست. در بازی شطرنج همه به بازی یکدیگر آگاهند، کسی به دیگری اعتمادی ندارد ولی بازی را باید ادامه داد. بنابراین تا پایان دور اول بازی پایان تشنج‌ها و نیرنگ‌ها نخواهد بود. 11 آبان 92 پاریس. و من این رو نمیپذیرم، ولی ساده اصلا این شکلی من اینجوری نمیبینم که آقای ایجابی میبیند. شاید اینجوری بگم بهتره که اینطوری بگم. بسیار از شما هم سپاسگزارم. میگوید که جناب من هنوز اعتقاد دارم که این تحریما کاملا سرسخت نیست، یعنی مانور نظام حدود 30% از این تحریما و این میتونه یه جوری این تحریما رو دور میزنه و این کاملا من با شما هم عقیده هستم که این تونسته تا حالا حدود 30% از این تحریما رو دور بزنه، یه جوری از این در بغل بره، از اون یواشکی بده دست حسین آقا و اینا، اونا ببرن مبرور ملوک و پلنگ و سلطنه چادراشون رو سرشون میکنن و زیر چادراشون اینا رو میگیرن و میبرن این ور اون ور. و این از طرفی این تحریم ها تا حالا 50% وضعیت حساب خزانه و دولت را هدف قرار داره، نه نظام جمهوری اسلامی را. نکته بسیار بسیار ظریفی رو اشاره میکنه این دوستمون، که این دولت رو تارگت میکنه نه نظام جمهوری اسلامی رو. خب نمیکنه به خاطر اینکه قصدش فروپاشی نظام نیست و این داره سیگنال میده که من نمیخوام تو رو بندازم، چه گرفتاری ما داریم ندارینی. یعنی جایی نیست که در حقیقت برای ما توجیه بکنه، ما رو تبیین بکنه، یادمون بده، بگه آقا بیدار باش، چجوری باید بیدار باشم، چه باید بکنم که بیدار باشم، چجوری من میتونم از این مخمصه بیرون بیام، چه باید بکنم که از این مخمصه بیرون بیایم. همه سرگرمن، همه تو لندن، تو همه لس آنجلس. شما نمیدونید دیروز در این لس آنجلس چند تا هیئت برگزار بوده، تو واشنگتن، تو نیویورک، هر جا که مقر ایرانیان هست، فستیوال ریو، عکساش دیروز دیدیم ما هم دیگه. این بهش میگم مهندسی. حفظ کمیسیون برنامه بودجه مجلس میگوید که به خدا قسم تر هدفمندی شکست خورده است، ما نداریم پول مردم رو بدیم. عضو خبرگان رهبری با انتقاد از وضعیت پوشش زنان در ایران گفته که خدا نکند جامعه به سمت دیوسی برود. حالا آقای اینا رو سایت مردم ریپورت کاوه نازنین هم در مردم ریپورت دات نت اینا رو قرار داره. دعوت میکنم از شما عزیزان، و به همون نشونی که خودم اومدم به هم نسیه ندادی،
حالا دعوتت میکنم که این پسرمو فرستادم که دو سی پنیر بهش نسیه بده. حالا دعوت میکنم که سایت مردم ریپورت رو حمایت کنید، دنبال کنید و بالاخره این سایت بسیار بسیار خوبیه، خبرها رو خوب جمع میکنه نسبت به شرایطی که وجود داره. آقای ناصر تقویی از خواب بیدار شد و از سانسور دولتی در ایران انتقاد کرد و گفته دیگه نه فیلم میسازم نه کتاب چاپ میکنم، دیگه به شما راه نمیدن. آقای تقویی شما اگه راه میدادن بازم میرفتی میکردی، راه نمیدن. خالی بندی حل مشکلات در صد روز. بخش تحلیل خودنویس میگوید که آقای روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در معرفی برنامهش گفته در برنامه مدون من علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماه و صد روزه وجود دارد. ما میتوانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در آن تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد یک دوره تنفس، یک دوره تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارن، مشکلات آنها را در آن مدت کوتاه حل و فصل کنیم. بر پایه تحقیقات انجام شده از سوی مرکزی که سایت روحانی سنج را مدیریت میکند، آقای روحانی توانسته در 100 روز نخست کاری خود تنها 4 قول از 46 قول خود را عملی سازد. برخی موافقین آقای روحانی بدون در نظر گرفتن سخنان ایشان پیش از 24 خرداد 92 معتقدند که باید به رئیس جمهور وقت کافی برای رسیدن به اهدافشان داده شود. که یادتون اینا رو ما گفتیم، مثلا فرض کن که با حکی حرف زدیم، حالا آقا این گفته وقت بدیم، شما هم وقت بده بریم، حالا گفته 100 روز درست میکنم دیگه. آقای نوریزاده گفت حالا گفته 100 روز درست، گفتم چه جوری حالا گفته؟ ما حالا که نمیتونیم چیز کنیم، صبر کنیم ببینیم چیکار میکنه. از سوی دیگر گروه بسیاری در فضاهای آنلاین و شبکه اجتماعی توجیه عامیان آقای روحانی را نادیده میگیرند و به ادعای رئیس جمهوری درباره برنامه مدون یک ماه و صد روزه اشاره میکنند. یک محقق ساکن تهران نام محفوظ معتقد است که کسانی که تنها به خاطر تبلیغات روزهای قبل از انتخابات به آقای روحانی رأی دادند تا بر فرض آقای جلیلی انتخاب نشود، به هیچ عنوان به سوابق آقای روحانی واقف نبودند. به گفته این محقق اگر رسانه‌های داخلی و خارجی حتی یک مرور ساده بر خاطرات آقای روحانی را منتشر کرد و به تناقض‌ها پرداخته بودند، امروز بسیاری از شهروندان با مواجه شدن با قول‌های عملی نشده ایشان سرخورده نمی‌شدند. این محقق معتقد است که سابقه آقای روحانی راهگشای شناخت آینده است که رای دهندگان لمس خواهند کرد. چندی پیش کیانوش ایرانی همکار خودنویس در بررسی سوابق آقای روحانی به موارد متعددی دست یافته بود که رسانه‌های مختلف خارج از کشور نیز یا متوجهشان نشده بودند و یا از انتشارشان خودداری کردند. آقای روحانی در اسفند 1358، یعنی نزدیک به یک سال بعد از بازگشت از انگلستان، ادعا کرده بود که دکترای جامعه شناسی حقوقی از دانشگاه لندن دارد. سازنده یه فیلم تبلیغاتی آقای روحانی نیز به تحصیلات تکمیلی او در پیش از انقلاب در انگلستان اشاره کرد. این در حالی است که آقای روحانی در ابتدای سال 57 با مدرک کارشناسی به انگلستان سفر کرد از دانشکده معقول و منقول، دانشکده الهیات، که لیسانس داشته و بعد از شرکت در کلاس‌های انگلیسی در ترم پاییزه دانشگاه LSI ثبت نام نمود و تنها یک ترم دانشجوی رسمی بود، ترمی که به خاطر سفر آیت الله خمینی به فرانسه عملاً با کمترین حضور حسن روحانی در انگلستان سپری شد. آقای روحانی که آن زمان با نام حسن فریدون شناخته می‌شد، اما در پایان همان ترم به ایران بازگشت و تحصیلات تکمیلی خود پیش از آن که حتی مدرک کارشناسی ارشد بگیرد را رها کرد. اما در انتخابات اسفند 58 با عنوان دکتر حسن روحانی از حوزه انتخابی سمنان وارد مجلس شورای اسلامی شد. آقای روحانی 4 دوره وعدی مجلس را نیز با عناوینی که در اختیار نداشت وارد مجلس شد و مرتکب جعل عنوان گردید.
او همچنین از ابتدای دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با عنوان دکتر رئیس شورای عالی امنیت ملی شد و با همان عنوان نیز اندکی بعد به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک رسید. در سال 1993 نیز با همیاری دکتر سید حسن امین توانست در دانشگاه تازه تأسیس کالدونین گلاسکو در اسکاتلند ثبت نام کند که دانشگاه رده پایین در بریتانیا است و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در دوره‌های مختلف آن را در فهرست دانشگاهی گذاشته که دانشجویان ایرانی را از رفتن به آنها باز دارد. میدونی که مثلا در همین آمریکا خیلی دانشگاه وجود داره دیگه، واسه عالی نا وجود داره، ولی همین وزارت علوم زپرتی جمهوری اسلامی قالب اینا رو قبول نداره. مثلا از روز آقای هولاکویی برام میگو از 8000 دانشکده رشته روانشناسی، از 8000 دانشگاه بوده 300 خورده ایشو ایران قبول داره. دانشگاه کالدونی هایی که اینا بود. دانشگاه کالدونی در پاسخ به پرسش های خود نیز اعلام کرد هیچ سندی از حضور آقای روحانی در کلاس های آن در اختیار ندارد، تنها می تواند تایید کند که نام برده با اسم حسن فریدون در این مرکز علمی ثبت نام کرده و از رساله خود دفاع نموده است. آقای روحانی در زمانی که دانشجوی دانشگاه کالدونی محسوب می شده به طور همزمان نماینده تمام وقت مجلس از تهران، نایب رئیس مجلس، رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بوده. حضور یک مقام امنیتی رسمی جمهوری اسلامی به طور تمام وقت در یک کشور دیگر یه ریسک امنیتی به حساب میاد و برخی کارشناسان سیاسی بروز چنین خطایی را غیر ممکن دانستند. کشف بخشای کپی شده از کتاب یک محقق افغان ساکن مالزی در ابسترکت رساله دکترای روحانی تردیدها را نسبت به روش دانشگاه کالدونی و نحوه نوشتن رساله او افزایش داد. از سوی دیگر نیاز شهید آقای روحانی به مترجم در هنگام گفتگو با خبرنگاران انگلیسی زبان نیز ادعایش در گرفتن دکترای حقوق به زبان انگلیسی را با شبهات بسیاری روبرو کرده است. موفقیت‌های نسبی دولت در سیاست خارجی بدون تردید شکستن تابوی گفتگوی علنی با مقام‌های آمریکایی را باید از موفقیت‌های دولت روحانی به حساب آورد، موفقیتی که با همراهی رهبر جمهوری اسلامی مؤثر شد. با این وجود آیت الله خامنه‌ای با نابجا خواندن برخی اقدامات هیئت ایرانی اعزام به نیویورک خطوط قرمز را نیز تبیین کرد که اینجا رو توضیح دادم امروز دیگه که حسن نصرالله برای روز عاشورا تو بیروت وایساده، تو جنوب لبنان وایساده و میگه که نه آقا تقصیر اسرائیل، اسرائیل بعد دیگه، مگر نه آمریکا خیلی خوبه ایران رفته با آمریکا حرف میزنه. این تیکر رو امیدوارم متوجه بشی، میگه چون اسرائیل دشمنه، دشمنم که خیر منو نمیخواد، بد منو میخواد. اگه دشمن داره میگه این قرارداد بده، پس این قرارداد خوبه. مردم هم که در حال نزد خوردنه چیکار دارن اصلا به این موضوع؟ اونم که به نیروهای خوده، به خودی ها، به اونایی که دورشن داره این افران، یعنی با من و توی کاری نداری که چیکار داره با ما چیکار داره اصلا؟ طرفی با وجود پیشرفت‌های مذاکره کنندگان هسته‌ای در ژنو، برخی کارشناسان معتقدند که هنوز اختیار کافی به جواد ظریف داده نشده و او مجبور به تماس با تهران برای کسب اجازه از مقام‌های ارشد نظام بود. از طرفی دولت روحانی در ماه‌های اخیر تلاش کرده دایره فعالیت‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی و نفتی گسترش داد، اما بدون تردید سایه سنگین تحریم‌های فلج کننده یکی از موانع اساسی بر سر رفع نسبی مشکلات اقتصادی بوده است.
مذاکره کنندگان ایرانی امیدوار بودند که بتوانند بخشی از تحریم‌های نفتی را از کار بیاندازند، اما به نظر می‌رسد دستیابی به چنین هدفی به این آسادگی‌ها میسر نباشد. درآمد نفتی جمهوری اسلامی در یک سال اخیر کاهش بسیاری یافته. با آنکه همیشه تاکید شده که قوای مختلف جمهوری اسلامی از همه مستقل هستند و قوه مجریه دخالتی در آرای قوه قضاییه ندارد، اما افزایش اعدام‌های امنیتی در زمان ریاست روحانی بر شورای عالی امنیت ملی محل بحث است. دولت روحانی همچنین گزارش سوم احمد شهید را زیر سوال برده. با این حال میزان اعدام زندانیان در صد روزه نخست دولت تدبیر امید ناامید کننده بوده است. دولت آقای روحانی هیچگاه موضع محکمی در برابر روند اعدام ها نگرفته. از طرف دیگر امیدواری بزرگ حامیان جنبش سرد در صد روز نخست روحانی رنگ باخته است و رهبران جنبش آزاد نشدند. هزار روز از حبس رهبران جنبش سبز گذشته و کسی که بسیاری از حامیان میرحسین امیدوار بودند رهبرشان را آزاد کند بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده. در طی این مدت نیز درست مثل سالهای گذشته تعداد معدودی از زندانیان سیاسی بعد از بخشودگی از سوی رهبری در دوره پایانی حبس آزاد شدند، ولی حامیان روحانی مایه بودند این مسئله را به حساب روحانی و یا رئیس جمهور جدید بگذارند. من همه حرفم امروز اینه که ارکستر با هم داره می نوازن، حواست باشه این ارکستر دست جمعیه، مثل این ارکستر پشت سر منه. همه ماجرا از این قرار است. امیدوارم که تونسته باشم کمکی کرده باشم. هدف ما این نیست الا این که روشن کنیم. کار ما روشنگری است در حقیقت. قضاوتش رو به عهده شما میگذارم. ممنون و متشکرم از همه شما خوبان نازنینان با پوزش شرمندگی از اینکه فردا واقعا نمیتونیم در خدمت شما باشیم، برای اینکه دیگه به این اینا الان همسایه روبرو ان اینقدر صدا میاد، اون ور حیات دارن این کارا رو میکنن، فردا قراره بیان این ور حیات و به هر حال نمیتونم در خدمت باشم تا دوشنبه که دوباره در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشم. با آرزوی بهترین ها و اینکه آخر هفته پر از شادی و سلامتی پیش رو داشته باشید، مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون بشه. ضمناً جمعه گردی آقای دکتر نوری علا می هفته به دست ما نرسید، ایشون در سفر هستن، ایشون بالاخره بعد از مدت ها موفق شدم که باش تماس بگیرم، ایشون گفتن در سفرم و ندارم. ببینم که این چه میگویم. میگوید که آقا سعید سلام، پس از بیش از یک دهه تماشاچی بودن رسانه‌های خارج از کشور تنها سه نفر را دیدم که برای میهن در رسانه حاضر شدن، برای مشیری حسین فرجی، سعید به آفرین بر شما. بقیه افراد هر کدام به نوعی نتوانستن دم خروس را مخفی کنند، در جای پشتیبانی و تایید خود از حکومت اسلامی ابراز کردند. اگه خاطرتون باشه به شما گفتن که مدرک تحصیلی ملایان و بچه ملایان و نوچه ملایان همگی جعلی و یا ناتمام و یا بدون تایید وزارت علوم را. مثلا از خاتمی به عنوان دکتر خاتمی یاد میکنن، یادتون هست بعدم فهمیدیم که وی فوق لیسانس علوم تربیتی دارد و ما مدتی از نظر علمی و تحصیلی با افراد فوق در ارتباط بودن. باور کنید که همگی مدرک تحصیلی خود یک یا دو درجه بالاتر اعلام میکنن، ولی بعدن فهمیدم که همه دروغ بودن. موضوع جالب‌تر این است که خیلی از افرادی که در ایران به عنوان استاد در دانشگاه تربیت مدرک تحصیلی درست حسابی ندارن. آره میدونم، اینو میدونم، این یه سنت دیرین است. و حال ممنونم از شما تا فرصتی دیگر.